واشنگتن پست در این گزارش یادآور شد مریم رجوی از شورای امنیت ملل متحد خواست رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم‌های بیشتری قرار دهد. خبرگزاری رویتر ناوی پیلای میگوید از آغاز سال جاری میلادی میزان اعدام‌ها در ایران سه برابر شدند. پیلای که پیش از این یک قاضی دادگاه عالی در آفریقای جنوبی بوده است گفت من بسیار نگرانم. به نظر می‌رسد مقامات رژیم ایران به جای گوش دادن به درخواست‌های ما بر شدت استفاده از اعدام افزودند. واشنگتن تایمز ناوی پیلای عالی‌ترین مقام ملل متحد در حوزه حقوق بشر در مورد اعدام‌های فعالین سیاسی از جمله جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی و یک نفر دیگر که هویت او مشخص نیست ابراز نگرانی خاص می‌کند. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران از شورای امنیت ملل متحد خواست رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم‌های بیشتر قرار دهد. روزنامه هرالد تریبیون کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد نگرانی خود را به طور خاص نسبت به اعدام سه مورد شناخته شده از فعالین سیاسی جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی و یک نفر دیگر ابراز داشت. کاظمی و آقایی در سپتامبر 2009 شهریور 88 در زمان اعتراضات دستگیر و به عنوان محارب یا دشمن خدا در ماه گذشته اعدام شدند. این روزنامه یادآوری کرد مریم رجوی خواستار تحریم شدیدتر رژیم حاکم بر ایران به خاطر نقض مستمر حقوق بشر شد. مجله فورس ناوی پیلای گفت مخالفت جرم نیست. این کاملا غیر قابل قبول است که افرادی به خاطر ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف رژیم زندانی شوند. چه رسد به این که به خاطر دیدگاه‌های سیاسی یا وابستگی‌های سیاسی خود اعدام شوند. روزنامه بوستون گلوب ملل متحد میگوید اعدام‌ها در ایران روند فزاینده‌ای دارند. ناوی پیلای گفت ما بارها از رژیم ایران خواسته‌ایم اعدام‌ها را متوقف کند. پیلای به ویژه تأثیر خود را نسبت به اعدام فعالین سیاسی شامل جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی و یک زندانی سیاسی دیگر ابراز داشت.